سرخط خبرها. نگرانی از وقوع بحران انسانی همزمان با تشدید جنگ قره‌باغ. نمایندگان رهبر ایران در 4 استان ترک‌نشین از جمهوری آذربایجان حمایت کردند. فرمان راحت باش بعد از آماده باش. ترامپ از موضع جنجالیش در قبال یک گروه راستگرای افراطی عقب نشینی کرد. انحلال پلیس محلی افغانستان تا 3 ماه دیگر، بخشی از آنها با ارتش منطقه‌ای و پلیس ملی ادغام می شوند. و آموزش سگ‌ها برای مبارزه با کرونا. سلام، به این بخش خبر خوش آمدید. من ناجی غلامی هستم. رهبران روسیه و فرانسه از جمهوری‌های آذربایجان و ارمنستان خواستند فوراً آتش بس اعلام کنند و برای حل مناقشه قره‌باغ پای میز مذاکره بروند. رئیس جمهوری آذربایجان این درخواست را رد کرده و گفته تا بازگشت کامل سرزمین‌های اشغالی به جنگ ادامه خواهد داد. در ایران نمایندگان آیت الله خامنه‌ای در 4 استان آذربایجان شرقی و غربی، اردبیل و زنجان در بیانیه مشترکی از اقدام نظامی جمهوری آذربایجان برای پس گرفتن قره‌باغ حمایت کرده و گفتند این کار شرعی و قانونی بوده. مهداد فرهمند نگاهی کرده به اینکه درگیری بر سر قره‌باغ چطور ابعاد بین‌المللی پیدا کرده. الهام علیف و همسرش دیروز به بازدید سربازان زخمی جنگ رفتند. الهام علیف همانجا فرصت را مناسب دید که به درخواست روسیه و فرانسه برای آتش بس پاسخ دهد. بیزیم بیر شرطیمیز وار. Qeyd şərtsiz, tam və dərhal bizim torpaqlarımızdan çıxıb rədd olmalıdır. Miqoyat tənha şərt o baray atəşbəz, əqab nəşini ərməni ha az həməyə xakist ki, az Cumhuriyyə Azərbaycan eşğal kərdəndə. Döyüşlər dayanacaq, qan tökülməyəcək. Təqribən həmzaman bu İlham Əliyev, Araik Haritunyan, رئیس جمهوری خودخوانده آرتساخ یا همان قره‌باغ هم گفت که تا شکست آذری‌ها از جنگ دست نمی‌کشد. البته تصمیم نهایی را او نمی‌گیرد. دولت ایروان خواهد گرفت. اما این حرف‌ها یعنی جنگ فعلا ادامه دارد. در جبهه ارمنی‌ها برتری جغرافیایی دارند چون ارتفاعات دستشان است و انگیزه. چون شکست یعنی آوارگی و ترک خانمان از خاکی که 30 سال است اشغال کرده و در آن نشسته اند. اما از لحاظ نظامی آذری ها برتری تسلیحاتی دارند. مجهز به جنگ افزار تهاجمی اند. جان! کباب! تکیه ارمنی ها بر سامانه پدافندی ساخت روسیه است. با همین سامانه بالگردها و پهپادهای آذری‌ها را می‌زنند. پهپاد مؤثرترین سلاح آذری‌ها است. سلاحی رهاورد دوستی با اسرائیل. جمهوری آذربایجان چند سال پیش در این نما آهنگ سلاح‌های پیشرفته‌ای را که از اسرائیل خریده بود رو کرد. موشک‌های رافائل و پهپادهای هاروپ. جمهوری آذربایجان 5 میلیارد دلار خرج خرید این پهپادها از اسرائیل کرده. پهپادهای هاروپ دقیق و نقطه‌زنند و انتحاری. در کنارش پهپاد شناسایی بیرقدار است، ساخت ترکیه، که احتمالاً هدایتشان هم دست خود ارتشی‌های ترکیه در جمهوری آذربایجان است. الأسبوع الماضي طرح علينا سيف أبو بكر قائد فرقة الحمزة بالجيش الوطني السوري المعارض. سلاحی دیگر که این جنگ را بین‌المللی کرده نیروی پیاده خارجی است. بی بی سی عربی با جوانی سوری گفتگو کرده که میگوید چند روز پیش از آغاز جنگ در برابر دریافت ماهی 2000 دلار حاضر شده برای شغل نگهبانی به جمهوری آذربایجان برود. اما روزی که جنگ آغاز می‌شود آنها را به جبهه می‌برند. با شلیک گلوله و وضعیت جنگی که روبرو می شوند به گریه و التماس می افتند که برگردند، اما با آنها می گویند یا جنگ
یا زندان. ترکیه. البته همه کسانی که از سوریه برده اند جنگ ندیده نیستند. گزارش های دیگری هم منتشر شده از سوری هایی که در کشور خودشان و در لیبی جنگ دیده و کارآزموده شده حالا به جمهوری آذربایجان فرستاده شدند. این عکس هم به همین افراد نسبت داده می شود. دیدبان حقوق بشر سوریه گزارش های اعزام سوری ها برای جنگ در جمهوری آذربایجان را تایید و اعلام کرده که روزانه بیش از 500 نفر به شمار این جنگجویان افزوده می شود. همین نهاد از گسیل ارمنی ها از خارج به ارمنستان هم خبر داده، اما برآوردی از شمار آنها ندارد. در این میان ایران هم از ترکش های جنگ بی نصیب نمانده. این بار راکتی سرگردان در روستای لاریجان شهرستان خداآفرین خرابی هایی هم به بار آورده. مرتاد فرهمند، بی بی سی. از بابک رضوانی تحلیلگر مناقشات کشورهای آسیای میانه پرسیدم چقدر دعوت کشورهای خارجی از آذربایجان و ارمنستان برای آتش بس ممکن است نتیجه بخش باشد. هم ارمنستان، هم قره‌باغ و هم جمهوری آذربایجان مذاکره را رد کردند. یعنی اینطوری نیستش که فقط جمهوری آذربایجان رد کرده باشه. هر سه تا رد کردن و گفتن که اول باید مهاجم مشخص بشه، اول باید آتش بس بشه. و الان جمهوری آذربایجان میگه که تا ما تمام اراضی اشغالی رو پس نگیریم مذاکره نمی کنیم. اما خب ممکنه که کار به اونجا نکشه و مذاکراتی انجام بشه. ببینید زمان شوروی یک سری استانهای خودمختار رو درون جمهوری ها گذاشتن که قدرت مرکز، یعنی قدرت مسکو رو زیاد بکنه نسبت به اون جمهوری ها. وقتی که شوروی از هم فرو پاشید، این استانهای خودمختار بعضن مثل قره‌باغ، مثل اوستیای جنوبی، مثل ابخاز گفتن که اگر که جمهوری های بزرگتر میتونند مستقل بشن، پس ما هم میخواییم مستقل بشیم. اما کشورهای شوروی، یعنی اون 15 تا جمهوری، قرارداد فروپاشی شوروی رو با هم امضا کردن و به عضویت سازمان ملل در اومدن. اینه که فقط اون 15 تا جمهوری طبق قانون بین الملل میشه باهاشون رفتار کرد. این استانهای خودمختار که خودشون رو مستقل میدونن، اینها شامل قوانین بین الملل نمیشن. این مشکل اینجا قرار گرفته. گفتگویی بود با بابک رضوانی تحلیلگر مناقشات کشورهای آسیای میانه. برنامه را با چند خبر کوتاه پی می‌گیریم. یک مرزبان ایرانی دیگر در استان سیستان و بلوچستان کشته شد. او از مرزداران استان سیستان و بلوچستان در منطقه مرزی سیرکان بود. دو روز پیش قرارگاه محلی سپاه پاسداران اعلام کرد 3 نفر از اعضای این نیرو کشته شدند. سپاه پاسداران که مهاجمان در نیکشهر در جنوب استان به دو خودروی بسیج این شهر حمله کردند و 2 نفر از مهاجمان هم کشته شدند. قیمت دلار در ایران از مرز 30,000 تومان گذشت. نرخ ارز تنها در 3 ماهه گذشته 1.5 برابر شده. اواخر تیر ماه وقتی قیمت دلار به حدود 25,000 تومان رسید، با دخالت دولت و تزریق ارز به بازار، قیمت‌ها به حدود 21,000 تومان بازگشت، اما بعد از مدتی دوباره روند صعود گرفت. تحریم‌های آمریکا فروش نفت ایران را که عمده‌ترین منبع درآمد ارزی این کشور بوده، به شدت کاهش داد. نسرین ستوده، وکیل زندانی حقوق بشر در ایران، یکی از برندگان جایزه امسال نوبل آلترناتیو شد. بنیاد نیکزیستن در سوئد هر سال برندگان این جایزه را اعلام می‌کند. خانم ستوده اولین فعال ایرانی است که این جایزه را می‌برد. از خانم ستوده تقدیر شده که برای برقراری عدالت در نظامی ناعادلانه تلاش کرده و وکالت فعالان سیاسی و قربانیان سرکوب را در ایران به عهده گرفته. خانم ستوده در حال گذراندن مجازات حبس 12 ساله‌اش در زندان اوین است. اخیراً در اعتراض به وضعیت زندانیان سیاسی و آزاد نشدن آنها در شرایط شیوع کرونا اعتصاب قضا کرد. در ایران یک وکیل دادگستری خبر داده یکی از موکلانش که در زندان است به اجبار در بیمارستان روانی بستری شده. سعید دهقان در توییتر این اقدام را پروژه جدید نهادهای امنیتی در قبال فعالان سیاسی و مدنی خوانده. همزمان بابک پاکنیا وکیل امیر حسین مرادی از بازداشت شدگان اعتراضهای آبان ماه 98 هم گفته با حضور این زندانی در مراسم تشییع پدرش مخالفت شده. پدر آقای مرادی دوشنبه گذشته به خاطر فشارهای وارد بر خانواده خودکشی کرد.
فرنوش امیرشاهی همکارم اینجا در استودیو با ماست. فرنوش، بیشتر از جزئیات این اخبار بهمون بگو. ناجی، در هفته های اخیر ما هرچه که از زندانیان سیاسی و امنیتی و عقیدتی در ایران میشنویم اخباری است که ناشی از فشارهای زیاد بر اونها، اجرای احکام سنگین و همطور اجرای احکام اعدام در قبال اونها. ما همین به تازگی با اعدام نوید افکاری، یکی از بازداشتگان آبان 98 روبرو بودیم. دو برادر او، وحید و حبیب، همچنان در انفرادی هستن، خبری از اونها نیست. یا در مورد دیگه که آقای پاکنیا اعلام کرده، امیرحسین مرادی به او مرخصی ندادن برای اینکه در مراسم پدر شرکت کنه، ظاهرا پدر او امروز به خاک سپرده شده. در مورد اون زندانی که به گفته سعید دهخان از وکلای دادگستری یک فرد جدیدی، یک زندانی جدیدی، باز هم به زور و به اجبار در بیمارستان روانی بستری شده. پیش از این هم هفته پیش نمونه های دیگه داشتیم، مثلا اینکه مهنام محجوبی از دراویش گنابادی چند روز پیش به گفته خانوادهش بدون اینکه خودش رضایت داشته باشه به زور در بیمارستان روانی بستری شده. گفته شده که نمیدونه چه داروهایی به او تزریق شده. در سالهای گذشته هم ما با یک چنین مواردی مواجه بودیم، مثلا بعضی از فعالان سیاسی مثل هاشم خواستار یا نازنین زاغری، زندانی دو تابعیتی که چند سال در ایران در زندانه، یا حتی هنگام شهیدی روزنامه‌نگاری که اینها رو هم به زور و به اجبار در بیمارستان روانی بستری کردن. نکته مشترک همه این افراد این هست که اونها بدون خواست خودشون و بدون اینکه پزشک معالج معتمدی بخواد اونها رو ببینه، از طرف نهادهای امنیتی و قضایی بستری میشن. سعید دهخان میگه به نظر میاد که این یک شیوه جدیدیه برای فشار بر زندانیان سیاسی در ایران. متشکرم از تو فرنوش امیرشاهی اینجا در استودیو. یک روز بعد از مناظره پر مشاجره دو رقیب انتخابات رئیس جمهوری آمریکا دونالد ترامپ که به خاطر حمایت از گروه‌های راست افراطی مورد انتقاد گسترده بود، حرفش را پس گرفته و از آنها خواسته کنترل اوضاع را به نیروهای انتظامی بسپارند. او در مناظره از یکی از این گروه‌های شبه نظامی خواسته بود عقب بکشند اما آماده بمانند. آخرین نظرسنجی‌ها درباره مناظره‌ای که بیش از 70 میلیون آمریکایی آن را تماشا کردند نشان می‌دهد بیشتر بینندگان جو بایدن را برند دی مناظره می‌دانند. کسرا ناجی گزارش می‌دهد. یک روز بعد از مناظره، هواپیمای رئیس جمهوری آمریکا اینجا در فرودگاهی در شهر دولوت در مینوسوتا، ایالتی که کمی به دموکرات‌ها تمایل دارد، ایالتی مهم برای شانس انتخاباتی او. The verdict is in and they say that we all of us won big last night. رئیس جمهوری آمریکا اینجا ادعا کرد که با فاصله زیاد برنده مناظره پریشب بوده. او گفت این مناظره دومین واقعی پربیننده در تاریخ تلویزیون آمریکا بوده. حرفی نادرست. علی‌رغم اینکه 73 میلیون نفر این مناظره را تماشا کردند، تعداد بینندگان 13% کمتر از اولین مناظره در مبارزات انتخاباتی 4 سال پیش بود. اینجا خیلی از طرفداران رئیس جمهوری آمریکا نه ماسک دارند و نه فاصله اجتماعی را حفظ کردند. او اینجا به حرفای جنجالیش هم در مناظره اشاره نکرد. در مناظره پریشب وقتی که مجری از او خواست که گروه های طرفدار برتری نژاد سفید و شبه نظامیان را محکوم کند، او تفره رفت و از آنها خواست که کنار بایستند اما آماده بمانند. حرفایی که به آمادگی او برای استفاده از این گروه ها طلب می شود. این گروه های مسلح در هفته های اخیر در آمریکا با بالا گرفتن اعتراض ها در شهرهای مختلف به تبعیض نژادی و خشونت پلیس به خیابان ها آمدند، به خصوص اینجا در کلیولند، به بهانه برقراری امنیت و در حمایت از سیاست های دونالد ترامپ و سرکوب اعتراض ها. حرف های دونالد ترامپ به قدری نگران کننده بود که حتی بزرگترین حامی او در سنای آمریکا از او خواست که حرفش رو پس بگیره. Yeah, he said it was unacceptable.
دیروز دونالد ترامپ در مقابل کاخ سفید و در پاسخ به خبرنگاران به این بسنده کرد که میخواهد این گروه ها کنار بروند و اجازه بدن نیروهای پلیس به وظیفه‌شان عمل کنند. جو بایدن نامزد دموکرات‌ها اینجا در جانستان در پنسیلوانیا رفتار رئیس جمهوری آمریکا را در مناظره یک آبروریزی ملی توصیف کرد. او از گروه‌های مسلح خواست که به قول او بس کنند و فعالیتشان را متوقف. نظرخواهی‌های عمومی به دنبال مناظره پریشب نشان می‌دهد که بینندگان بیشتر به آقای بایدن به عنوان برنده مناظره تمایل داشتند. یک نظرخواهی CNN نشان می‌دهد که تقریباً 60% از بینندگان بایدن را برنده تلقی کردند و تنها تقریباً 30% دونالد ترامپ را. در سطح کشور حالا او با 51% در مقابل 43% از رئیس جمهوری آمریکا جلوست. کسرانجی BBC. نگاهی دوباره به مهمترین عناوین خبری این برنامه. همزمان با تشدید جنگ قره‌باغ، شورای اروپا در مورد وقوع بحران انسانی هشدار داد. اما نمایندگان رهبر ایران در 4 استان ترک‌نشین از اقدام نظامی جمهوری آذربایجان برای پس گرفتن آن منطقه حمایت کردند. یک روز بعد از مناظره پر مشاجره دو رقیب انتخابات رئیس جمهوری آمریکا، ترامپ از موضع جنجالیش در قبال یک گروه راستگرای افراطی عقب نشینی کرد. در ادامه برنامه، استفاده از شامه تیز سگ‌ها برای شناسایی ویروس کرونا. وزارت داخلی افغانستان تصمیم گرفته تا 3 ماه دیگر پلیس محلی را منحل کند. مسعود اندرابی سرپرست این وزارت به BBC گفته بخشی از این واحد 24,000 نفری با ارتش منطقه‌ای در چارچوب وزارت دفاع و پلیس ملی ادغام می‌شوند. این در حالی است که گفتگوهای صلح دولت و طالبان از 3 هفته پیش آغاز شده. خلیل نوری خبرنگار BBC در کابل با آقای اندرابی گفتگویی کرده و ابتدا از او در مورد احتمال ادغام طالبان در صفوف نیروهای امنیتی در صورت توافق صلح پرسیده. خب ببینیم، امروز خب بعض شما اطلاعات دارن که افراد هستن که روز دیقانی میکنن و شب به نام طالب، یا از مجبوری یا از جبر، یا ای که داو طلب و یا ای که از لحاظ منطقوی اونا مسئول احساس نمیکنن و باید با طالب ها عمل کنن، چون این افراد هستن که از او استفاده میشه. زیاد است اینا؟ خب اگر ما بریم به عدد 60,000 و 70,000 و 1,00,000 که با طالب باشه، چون این افراد هستن. چی عدد تخمین میکنه این افراد که در صف جنگ هستن؟ با تا 30,000 نفر، 35,000 نفر افراد را میبینم که اینا عملا در گروپ های مختلف توزیع باشن. باقی افراد هستن که تحت از این فشار هستن. باقی کسایی که عملا میخواین در چارچوب سکتور نظامی و امنیتی کار کنن، ما در اینجا کدام جایگاهی برای احزاب و برای گروپا نداریم، بلکه پلیس و اردوی ملی برای تمام مردم افغانستان با وضع شرایط شمولیت میتونه بگیره. از روزی که بحث مذاکرات آغاز شده، شدت جنگ در افغانستان ظاهرا خیلی زیاد است. تحرکات از طرف شما زیاد است، از طرف نیروهای افغان یا طالبا، و اگر از طرف طالب است، فکر میکنه هدف چیست؟ امتیازگیری یا ممو جنگ های فصلی که همه ساله اتفاق میفتن؟ طبعا هدفش معلوم است که میخواین که در مذاکرات وضعیت جنگی و برتری جنگی خود نشان بتن. و جنگ رودرو انجام گرفته؟ در هر نقطه ما جنگ ها زیاد شده در یک ماه گذشته و ما میدانیم که طالب ها به همین دلیل اضافه کردن. و چند درصد میدان جنگ به عهده پلیس تان است؟ ماه تو هفته هم میشه که 70% عملیاتی که طالب صورت میگیره را که ما ارزیابی میکنیم بالای پلیس است. صبح وقت کار را آغاز میکنین، شاید مرور کار دیروز پلیس باشه. بیشترین چیزی که بر شما شاید تکان دهنده باشه یا متعجب کننده باشه در کار پلیس چیست؟ صبح یک پکیج گزارشی که من میبینم، اولش از شهدای پلیس است و زخمیای پلیس است. در چی حد است روزمره؟ خب ما تو میخوایم بگویم در قسمت تلفات پلیس که ما 8% تلفات کاهش داشت پارسال و 8% 6% امسال تا بالا کاهش داره.
اما ما در امی سال روز هم داشتیم که البته در امی دو هفته گذشته که ما 60 نفر شهید داشتیم در پلیس در تقریبا 30 چند ساعت. اما ای تو روز هم داریم که ما 2 نفر یا 1 نفر. رویارویی تبلیغاتی اسرائیل و حزب الله لبنان بر سر وجود انبارهای تسلیحاتی در بیروت در رسانه‌های دو طرف ادامه دارد. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل مدعی شده بود حزب الله در قلب مناطق مسکونی بیروت موشک نگهداری می‌کند. این ادعا واکنش فوری حزب الله را در پی داشت. کیوان حسینی گزارش می‌دهد. اینجا همان محله است که به گفته بنیامین نتانیاهو یکی از انبارهای تسلیحاتی گروه حزب الله لبنان در آن قرار دارد. و اینها خبرنگارانی هستند که برای بازدید از جایی که نخست وزیر اسرائیل آدرس داد دعوت شدند. خبرنگارانی که برخیشان از رسانه‌های مانند آسوشیتد پرس و رویترز آمدند. آنچه درون این انبار دیده می‌شود مقداری آهن‌آلات و کپسول‌های اکسیژن و دبه‌های آب است. محل مورد ادعای نخست وزیر اسرائیل بیشتر شبیه به یک کارگاه متروک و خاک گرفته است. گروه حزب الله لبنان ظرف چند ساعت پس از پایان سخنرانی بنیامین نتانیاهو این بازدید رسانه‌ای را ترتیب داده تا بگوید که او دروغ می‌گوید. و البته حضور هواداران حزب الله و شعارهای آنها در برابر دوربین‌های خبرنگاران بین‌المللی هم گوشه دیگری است از این حرکت تبلیغاتی گروه لبنانی. من فکر میکنم که نتانیاهو و ارتش او و دستگاه پروپاگانداش دروغگویی رو متوقف نمی‌کنند. اونا همیشه داستان جدید سرهم می‌کنند و یه موضوع تازه علم می‌کنند تا لبنانی‌ها رو علیه حزب الله بشورونند. ولی امروز ما به همه، چه رسانه‌های محلی و چه بین‌المللی، نشون دادیم که این مرد دروغگوه و ماشین پروپاگانداش شکست خورده. این سخنان و نمایش رسانه‌ای واکنشی بودند به این حرف‌های بنیامین نتانیاهو که در سخنرانی او برای مجمع عمومی سازمان ملل بیان شد. آقای نتانیاهو در این سخنرانی نقشه‌ای از شهر بیروت را نشان داد و با اشاره به محلی گفت که اینجا انبار موشک‌های گروه حزب الله لبنان است و جان شهروندان بیروتی به ویژه ساکنان این محله در خطر است. او از اهالی این منطقه درخواست کرد که هر چه سریعتر به این کار حزب الله اعتراض کنند. اما ساعتی بعد حسن نصرالله دبیر کل حزب الله در سخنرانی تلویزیونی اظهارات آقای نتانیاهو را تکذیب کرد و همانجا اعلام کرد که ظرف چند ساعت این گروه بازدیدی از محلی که نخست وزیر اسرائیل گفت تدارک می‌بیند تا نشان دهد که او دروغ می‌گوید. نگرانی درباره وضعیت بیروت نتیجه انفجار ویرانگری است که 4 اوت 14 مرداد در این بندر مهم رخ داد. در این انفجار بیش از 200 تن کشته و بیش از 7000 نفر مجروح شدند. تخمین زده شد که 10 تا 15 میلیارد دلار هم به ساختمان‌های بیروت آسیب وارد شد و 300000 نفر خانه‌هایشان ویران شد. علت انفجار انبار کردن نزدیک به 3000 کیلوگرم نیترات اومانیوم بود، ماده شیمیایی که مصارف کشاورزی دارد اما برای ساخت بمب هم قابل استفاده است. حزب الله هر گونه دست داشتن در نگهداری از این مواد را تکذیب کرد و در نهایت هنوز روشن نیست که مقصر واقعی این انفجار چه کسی بوده. اما این انفجار به نگرانی‌هایی درباره فعالیت‌های گروه مسلح حزب الله در لبنان دامن زد. گروهی که از سوی بسیاری از کشورهای غربی به عنوان یک سازمان تروریستی شناخته می شود و روابط بسیار نزدیکی نیز با جمهوری اسلامی ایران دارد. کیوان حسینی، BBC. الکسی ناوالنی از مخالفان سرشناس رئیس جمهوری روسیه میگوید ولادیمیر پوتین مسئول مسموم شدن او با سم اعصاب نوویچوک است. آقای ناوالنی در اولین مصاحبهش بعد از مرخص شدن از بیمارستان در آلمان صحبت میکرد و گفت که رئیس جمهوری روسیه اخیراً از روش‌های افراطی‌تری برای حذف مخالفانش استفاده میکند. با این حال آقای ناوالنی تاکید کرد که قصد دارد به روسیه برگردد. دولت روسیه اتهام دست داشتن در مسمومیت الکسی ناوالنی را تکذیب میکند.
ترکیه محدودیت‌های شدیدی بر شبکه‌های اجتماعی اعمال می‌کند. بر اساس یک قانون جدید، آن دسته از شبکه‌های اجتماعی که روزانه بیش از 1 میلیون کاربر دارند، باید در ترکیه یک دفتر نمایندگی تأسیس کنند. آنها باید پیام‌هایی را که دادگاه‌های ترکیه خلاف قانون تشخیص می‌دهند، ظرف 48 ساعت حذف کنند. همچنین باید اطلاعات کاربران را در ترکیه ذخیره کنند. منتقدان می‌گویند هدف از تصویب این قانون سرکوب آزادی بیان است. سگ‌ها به خیلی از آدم‌ها در دوران شیوع کرونا کمک کردن. اونها همدم‌های خوب و یار غار دوران قرنطینه بودن. حالا به نظر میاد که اونها میتونن به انسان در شکست دادن ویروس کرونا هم کمک کنن با استفاده از شامه فوق‌العاده‌ای که دارن. گزارش ببینیم از گراهام ساچ. این آشاست. سگی که برای تشخیص پزشکی آموزش دیده. دانشمندان امیدوارند که سگ‌های آموزش دیده‌ای مثل آشا کمک حیاتی برای مقابله با کرونا باشند. سگ‌ها حس بویایی خیلی قوی دارند. اونا 350 میلیون گیرنده بویایی دارند. انسان‌ها 5 میلیون گیرنده بویایی دارند و ما فکر می‌کنیم حس بویاییمون خیلی خوبه. آشا آموزش دیده تا بیماری‌های مثل سرطان و مالاریا را با شامه فوق‌العاده‌اش تشخیص دهد. حالا دانشکده پزشکی و درمان بیماری‌های گرمسیری لندن و دانشگاه دورام در پژوهشی مشترک می‌خواهند ببینند که آیا سگ‌ها قادر به تشخیص کووید 19 هم هستند یا خیر. می‌دونیم که از نظر علمی بیماری‌ها نظم بدن رو تغییر میدن و می‌دونیم که سگ‌ها در بو کشیدن خیلی خوبن. در این حال خیلی هم آموزش پذیرن. واسه همین با آموزش میتونن بوی یه بیماری خاص رو تشخیص بدن. برای همین خیلی امیدواریم که سگا بتونن بوی بیماری کووید 19 رو هم تشخیص بدن. فرودگاه هلسینکی در فنلاند. مرحله آزمایش در اینجا شروع شده. سگ‌ها مسافرها را به محض ورود بو می‌کنند. این کیپ است. یکی از سگ‌هایی که برای تشخیص کووید 19 آموزش دیده. او با سم زندگی میکنه. فکر میکنم این پروژه فوق‌العاده‌ایه. توانایی سگ‌ها در غربالگری انبو در زمانی سری خیلی خیلی مهمه. چون کووید 19 حالا با ما میمونه. اونا نقش مهمی بازی میکنن. سگ‌ها با بو کردن لباس کسانی که کووید 19 دارند آموزش میبینند. محققان میگویند که به نمونه های بیشتری نیاز دارند و در این زمینه از مردم کمک خواستند. گرام ساتشل بی بی سی نیوز. مرسیم پایین این بخش خبر. ممنون که بیننده تلویزیون فارسی بی بی سی هستید.